عمل شد بیا میگه تو سیاست خلاص حافظ آورد میگه غزل بلند میگه چه حافظ زیبایی این که میبینه خدا بخش بدرم همیشه حافظ زیاد بسیار نگه حافظ دوست داشتم این کتاب است که تا لحظه شهادت در بحث شما واقعا لحظه شد نمیکن از این دوتا یکش در خانه می بود یکش در بکس همیشه همراه پدر بود بکس همراه شد بیا که یک تفاوت بزنی سرم می کنم یک قصه هم براتون بکنم دارید ما ادبیات فارسی بسا بردم و همیشه برم بسا سخت یادم می عاشق شاهنامه فارسی بود هر کتاب شاهنامه را که باز می کردم شعر نظم بود باز بستش می خب ما ده ها تا شاهنامه داشتیم من بدارم کتاب زیاد می و کتاب او بسا دوست داشت و به شدت کتاب خواهم کوچکترین فرصت پیدا می کرد کودکی بودم می رفتم کتاب شاهنامه باز نو که می آمد باز می کنم باز شعر بستم که یک شعر دو خدا دوست نداشت یک روز برفی زمستان بود پدرم آمد در پنچه من بازی گوشی میکرد بینید آمد گفت چی میکنی؟ صنف چند هستی؟ چون مصروف جنگ و همین چیزا من گفتم که پدر دیگه صنف سیستم گفت جون تو چهار نمیشی صنف چهار چون ما در جبل سراج بودیم صنف سه بودیم که شهید شد باز در پنجه بودیم صنف دیگه به ترتیبه اما نه و چهار میشدم که مجبور شدیم تاجیکستان تاجیکستان که رفتیم در مدرسه جوریسم رو میرفتیم در سفارت باز اونجا پس از دو شروع کردم باز در سه بودم که باز همین سفر پنجه شد در پنجه بود و فهمید توی صنف چهار نمیشی گفت من شاید دیگر بوم رو بود تا صنف چهار نشی که همون قسم شد شهید شد و من در صنف چهار ندید باز گفت بیا این همی کتاب همی کتاب کتاب بیده باز کرد یعنی اولینش که چیز هست یعنی مشهده چیز هست علایه هست علایه هست که اولینش هست این به کدام شیر هست از کدام این همی شعر اون احتمالا خط پدر نیست؟ نه، این خط کدام از شاید خواهران باشه صحیح؟ که مطالعه کردم روزی نمیزاشت گفت بخون ما دیگه میگیم الله یا ایوه از ساقی عدر امساس عدد هم نیست اگه اصطلاح داشت من کلیتر بکنم اون مشروخی گفت کلیتر تو شیر حضرت آخر روزه بلد نیستی گفتم بلد من شیر خوش ندارم شیر خوش ندارم کلی لب در شیر هست عشق در شیر هست هنر در شیر هست بسیار تعریف میشه گفت بلد نخواه و از این پرسان بکنم که چه هست ما در پهلوی شیش ولی شیره که برای تان میخورم من با اونمو آوای پدر که او این همی آوا را چیز الا یا ایوه ساقی عدد که حسن و ناوی الحال که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل حال به موی نافه کاخر سبازان زلف بکشایم ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربنده یک محل را و می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود زیرا و رسم مرزل ها شب تاریک و بیم موج و گرداب چون این حال کجا دانند حال ما سبک سالان ساخته هم رسته ها در حلال شما فوق یک را دیگه بخونید شب تاریک و بیم موج گرداب چون این حائل کجا دانند حال ما سبک سالان ساخته ها همه کارم ز خودکامی و بدنامی کشید آخر من امیدم بر تو بودم همین شب تاریکی که میخوام این قسم بکنم باز این را دست چه میگردم شب تاریک و بیم موج گرداب چون این حائل خوب یادم این بیت ها نمیکنم چیز میکنم اون واقعا هم حال خودش را برش میگنم کجا دانن حال این سبب سالان ساخته یک چیزی که مثلا شاید یک در که بخوانم
انتباهشانی باشه کسایی که در این سختی نیستن. انصافا به خودم و میفهمم که گپ دل پدرم بوده. اینه که میخوانیم یاد کسای رفتم میفتم، یاد دشتی میفتم، یاد ودود میفتم، یاد عشق شهید دیگه میفتم که رفتم راحت شدم. شبی تاریک و گردابی چونین، شبی تاریک و بیم موج و گردابی چونین آید کجا دانم سبک سارام سارم. همه کارم ز خودکامی و بدنامی کشید آخر، نه هم تیماند آن رازی کزا ساد از آن سازم محفظ. حضوری گر همی خواهی مشوقای بزو حافظ. این نقطه است که امین پدرم شاید 20 دفعه گفته باشه تا من یاد گرفته باشه و تا ما تلخ من تحوه در دنیا و احمد خواهد. این شعر یکی از شعرهایی است که من به شدت دوست دارم و این قسمی که براتون خواندم این قسم از ما مخته بود، این قسم سواره های لحظه. فردایش این کتاب خود به من نمیدیم، سابرش عزیز بود، من یک حافظ دیگر رو به من داد. او حافظ گرفتم یک وقت فیلم ابن سینا رو دیدم باشیم که کودک کتاب های وزمی میگه این هم قسم کودک کتاب ها گرن گرن دیگه به من قسم حالت برفی هم بود دیگه منتظر پدر. دو سه روز دیگه پدر من گیر نبود، خود جنگا و اینا میبود تا بالاخره بس خانه آمد. من دو سه روز با همی کتاب میگشتم که همی که بیایی ببینه که من خانده من خندین کردیم مشق کردیم. شعر اول حافظ و چیز حکایت اول گلستان است. ما این دوتا رو خواندیم با هم و خوب من دیده کل روز مشقش کردم، مشقش کردم، من تمرین کردم. بالاخره آمد یک چند روز بعد. من دیگه چند روز من چند ماه و چند سال دیر شده. خب من اول خود گیرم کردی که یاد نماشون حالا من تمرین کردم میخوام با تو این که عاشق تصمیم ثابت کنم که من بلد خلاصه آمدو چی میکنی؟ آماده است. خب گفت که پرسانت میکنم یک چند ساعت دیگه معطل شدم. من دیگه منتظر مثل مشاهدت خوبه که میخوای زود امتحان بده که ثابت کنه که یک چیزی که درسش یاد گرفتم، درسش یاد گرفتم. خلاصه گفت بیان آمد نشست بسیار خسته است پیشونی چه مثل گرفته بود. ما شروع کردم الا یا ایها الساقی. بعد پیشونی هاش بسیار از بس فشار زندگی بسیار گره زیاد امی گره ها باز شد. دیدیم که توجهش بسیار جد شد. به پس بخون الا یا ایها الساقی در کهس رو بخون. خوب ادامه بده جان، ادامه بده. این قسم ادامه بده میرم باز حکایت رو بخون، حکایت دو سه در بستر رو بخون. گفت خب آفرین اینا میریم دو دومشه. از وقتی که از خانه برآمد پیش رفیقایش و همسنگرهایش رفتیم باز به اونا گفته بود من فکر نمیکردم بچه استعداد داشته باشه، خانه خوب استعداد باز بیره چیز کنم. و شعر دیگی هم خوب دارم از که همی هم باشتم دیگه صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت رک از کجا و استاق کجا. دلم ز سامه بگرفت و خرقه سالوس کجاست دل مقام شراب ما کجا. اینجا که میشد بلند بکرسه باشی چه نسبت است بلندی صلاح و تقوی سمای وعص کجا نغمه رباب کجا. زیروی دوست دل دشمنان چه دریابه چراغ مرده کجا شمع افتاد. اینجاش میفهمیدیم که حالتی درش میاد چو کحل بینش ما خاک آستان شماست کجا رویم بفرمان از این جناب کجا. مبین بسی بزنخمان که چاه در راه است کجا همی رگید بدین شتاق کجا. این همون شعرهایی که مبین بسی بزنخمان که چاه در راه است چقدر خوبه. دل می رود ز دستم صاحب دلم خدا دردا که راز پنهان خواهد شد. همش خوبه هر وزنی رو میتونه آدم باز یه حالی بزنه. به نظر تو حافظ یک چیز دیگه است که واقعا لذت میبرم. ما تا این سنی که رسیدیم هیچ روزی نشده که امروز یه غزل نخونم. این که گفته عشق
این نگاهش عاشقانه است، خیلی حرف دقیق میتونه که میگه بعضی وقتا جر میکنه، بعضی وقتا سرد میکنه و این دنیاست دیگه. بگیم، فال بگیم. هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، وان که این کار ندانست در این کار بماند. اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن، شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند. صوفیان واسطند از گلوی می همه رخ، دلق ما بود که در خانه خمار بماند. صوفیان واسطند از گلوی می همه رخ، دلق ما بود که در خانه خمار بماند. محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد. محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد. قصه ماست که در هر سر بازار بماند. حلمه لعل که از آن دست بلورین ستدیم، آب حسرت شد و در چشم گوهربار بماند. گشت بیمار که چون چشم تو گردن نرگست، شیوه او نشدش حاصل بیمار بماند. جز دل من که از ازل تا به ابد عاشق رفت، جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. داشتم دلخی و صد عیب مرا میپوشید، خرقه رهن می و مطرب شد و خرقه رهن می و مطرب شد و خرقه رهن می و مطرب شد و خرقه رهن چی؟ خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند. خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند. بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد که حدیثش همه جا بر در و دیوار بماند. با تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند. یه خیلی داشتم که هر عیب من رو خلاصه میفوشم. رفتم به مستی، اینو گرو گذاشتم برای می، زندان باقی نمید. زندان این چیزی که مسیحی ها میبندن کمالشون که معلوم شد که خواست خرق رحمنده یا مطرب شد زندان. چه نیتی کردی که بزن؟ گفتم خداوند و حافظ ببخش، روحش شاد داشته باش و خدایا آنچه که دیگر در تقدیر ماست و آنچه که سبب هدایت تو باشه نشان بده. اون معنی قسمه اگه فال گرفته خیلی نزدیک بود. محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد. قصه ماست که در هر سر موضوع آدم سلام باشید. نفست گرد. ممنون. خدا حفظتون.